در دومین گزارش کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری درباره عملی شدن سفارش های این نهاد و نیز درباره آسیب پذیری های اداری در وزارت امور داخله آمده است که 170 موتر این وزارت در اختیار معینان و جنرالان پیشین این وزارت و شمار از چهره های سیاسی هستند. رئیس جمهور یک حکم را صادر کرده بودند که وزارت داخله باید این وسایط خود دوباره از نزد اشخاص غیر مرتبط به دست بیاره و وزارت داخله تلاش جدی خود در راستا کرده ولی کمتر موفق بوده. در بخش دیگر از این گزارش آمده است که وزارت امور داخله بر بنیاد سفارش های این کمیته برای نخستین بار سامانه ای را ایجاد کرده است که اکنون اطلاعات دقیق درباره 80% کارمندان این وزارت و نیز با ساز و برگ های نظامیانان در 23 ولایت در این سامانه جا داده شدند. پدې توانیدل دي چې دا ټول ثبت کی د ډیپوګانو لپاره معیاري فرمې جوړې کړې دي په ډیپوګانو کې دا ثبت کی د لوجستیک او تدارکاتو منځ کې یو همغږي رامنځته شوې ده. اوس نو لوجستیک چې غواړي دقیق هغه شی ورته تدارکات اخلي او چې څه وخت یې غواړي تدارکات. وزارت امور داخله از اعلامیه تعقیبی میک استقبال میکنه. بسیاری از موارد را که آنها قبلا مطرح کرده بود به آن رسیدگی صورت گرفته، موارد باقی مانده با دقت تمام در حال اجراست. از سوی دیگر برخی از نمایندگان مجلس انتقاد دارند که کمیته مشترک مبارزه با فساد اداری نهادهای حکومتی را از رهگذر فساد اداری و آسیب پذیری درست بررسی نمی کند و از همین رو وزارت خارجه آمریکا چند پیش از قطع بودجه به این نهاد خبر داد.